حکیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما ایرانیان سراسر جهان، فارسی زبانان سراسر جهان. امیدوارم که تا این لحظه زمان خوب و خوشی، اوقات خوب و خوشی رو گذرانده باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه زیتون. این برنامه اختصاص داره به موضوع پروستات. با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد علی زرگر. لازم میدونم در افتتاح برنامه کارشناس محترم برنامه رو بیشتر معرفی کنم خدمتتون. ایشون در سال 1328 به دنیا آمدن و دوره طب عمومی خودشون رو در دانشگاه دانشکده پزشکی جندی شاپور اهواز گذروندن و در سال 1358 دوره تخصصی اورولوژی خودشون رو گذروندن و در نهایت دوره فلوشیپ پیوند کلی خودشون رو از وین گرفتن. امیدوارم که تا انتهای برنامه در خدمت شما باشیم. خب در خدمت جناب دکتر محمد علی زرگر هستیم. جناب دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت خواهش می‌کنم. آقای دکتر، در خصوص بحث پروستات، خب خیلی صحبت پروستات میشه، از این منوال میشتویم. خود قده پروستات مردم زیاد میشنن، یکی پروستاتش مشکل پیدا کرد، رفت پیش دکتر، خب دارو استفاده کرد یا رفت آزمایش داد. اول از همه که بریم سراغ علائم پروستات، ببینیم اصلا چه هست، چه کار میکنه، مشکل چه هست. ما سراغ درمان اینا اول نمیریم، میخوایم ببینیم که اصلا جایگاه پروستات کجا هست، آناتومی پروستات چه هست، چی کار میکنه و بعد بریم سراغ حالا کسی مشکل پیش اومده برش. خدمت شما هستم که قده پروستات از نظر محل در گلوگاه مثانه است، یعنی در محل خروجی مثانه قده پروستات یا در حقیقت در ابتدای مجرای ادرار. وزن پروستات در یک شخص بالغ حدود 20 گرم. با افزایش سن پروستات شروع به بزرگ شدن میکنه. حالا تو بعضی این بزرگ شدن همراه با علائمه، تو بعضی علائم ایجاد نمیکنه، ولی در همه تقریبا پروستات بزرگ میشه و شیوعش عرض کردم با افزایش سن میره بالا. بزرگی خشکیم پروستات شایع‌ترین بیماری مردانه، شایع‌ترین بیماری خشکیم مردانه، به طوری که مثلا در دهه پنجم به اصطلاح شیوعش حدود 40%، در حالی که در یکی که در دهه نهم زندگیشه اگه انشاءالله زنده مونده باشه شیوعش تا 90% بزرگی پروستات داره. ولی همونطور که خدمت رو گفتم تو بعضیا پروستات علائم ایجاد میکنه، تو بعضیا علائم ایجاد نمیکنه، ولی همه مردم از یه سنی باید پروستاتشون معاینه، همونطور که قلبشون معاینه میکنن باید پروستاتشون هم معاینه بشه. آیا یک درست خواهی میکنم قبل از اینکه بپردازیم به بحث حالا مشکلات پروستات، حالا غربالگری و اینها، خود قده پروستات کارش چه اساسا؟ قده پروستات در حقیقت کار خیلی مشخصی نداره، ولی یکی از محلهای ذخیره ترشحات مردان است. محل ذخیره ترشحات مردان است و یه هورمونایی هم ترشح میکنه که شایع‌ترین هورمونی که معمولا ترشح میکنه و وارد خون میکنه به اسم PSA است. که این PSA خودش یه هورمونیه که میتونه هم در بیماری های خشکیم و هم در بیماری های بدخیم پروستات افزایش پیدا کنه و روی این افزایشش پزشکان خیلی استفاده میکنن و تشخیص زودرس میدن در بیماری بدخیم و درمان میکنن. بنابراین کار پروستات دقیقا ذخیره ترشحات مردانه است و یه هورمون‌های محدودی هم ترشح میکنه. بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، چه زمانی این پروستات دچار مشکل میشه؟ حالا ما میگیم خیلی از مواقع این پروستات به مرور به مسابقه سن، سن افراد بالا میره، این پروستات خب بزرگ میشه. چه زمانی این قده پروستات ممکنه عواملی باشن که باعث بشن که این قده پروستات دچار مشکل بشه؟ علت بزرگی پروستات واقعا خیلی مشخص نیست، ولی عدم تعادل هورمونی بین استروژن و هورمون مردانه آندروژن یکی از علتهای بزرگی پروستات. ولی به این که مثلا من بگم چی کاری بکنه کسی قده پروستاتش بزرگ بشه یا کوچیک بشه نیست، ولی ما در بحث داروهاش خدمت رو عرض میکنم، داروهایی داریم
که به بعضی بیمارا میدیم تا یه اندازه پروستات بزرگ شده رو میتونه کوچیک کنه، ولی راه وجود نداره که کسی اون راه در پیش بگیره بگه من میخوام پروستاتم بزرگ نشه. و دست شخص نیست، پروستات یه رشد طبیعی داره که عرض کردم با افزایش سن میره به حساب بزرگیش اضافه پیدا میکنه. خب آقای دکتر، سن مشخصی داره بزرگی پروستات؟ پروستات از سن 40 سالگی به بعد شروع به از بعد از بروز شروع میکنه، ولی از 40 سالگی به بعد شروع به بزرگ شدن میکنه. معمولا دیگه از دهه پنجم زندگی بین 50 تا 60 سالگی در اونایی که علائم میخواد بده علائمش یواش یواش ظاهر میشه و مریض رو بعد کاری میکنه که مجبور میشه به پزشک مراجعه میکنه. ما اگر راجع به علائمش خواسته باشم خدمت رو بگم، معمولا علائم بزرگی پروستات دو دسته هستن. یه علائمی داره که علائم انسدادی هست و یه علائمی داره که علائم تحریکی هست. علائم انسدادی یعنی چی؟ یعنی بیماری که احساس میکنه جریان ادرار کردنش نازک شده، یعنی ادرارش اون قطر طبیعی همیشگی خودشو نداره. یا اگه قبلا شبا بیدار نمیشده حالش ممکنه شبی دو بار سه بار بیدار شه، یا احساس میکنه که ببخشید تمام ادرارش دفع نمیشه و میخواد ادرار کنه ادرارش بریده بریده میاد و اگه مثلا در همیشه در عرض مثلا 30 ثانیه یک دقیقه تمام ادرارش دفع میکرد، حالا در طول ادرارش زمان دفع ادرارش طول بکشه و برای اینکه ادرارش هم شروع بشه یه فاصله زمانی لازمه تا مثانه بتونه تطابق کنه و شروع به ادرار کردن کنه. اینا علائم استدادی هست.